قاعده سی و نو هم مفهوم توحید در عبادات زبانی را بدانیم در عبادات های زبانی هم توحید و شرک داخل میشه هرگاه عبادات های زبانی خود مطابق عقیده اسلامی انجام بدیم این انسان یک انسان موحد است ارگاه زبان خود به شکل استعمال بکنه که در او احکام اعتقادی مراعت نشه ای انسان در شرک مبتلا میشه اقسام عبادت زبانی را بفاهمیم چند قسم عبادتهای زبانی هست اول قسم از اقسام عبادتهای زبانی حمد و ثنا هست حمد و هست دعا هم عبادت زبانی هست استعاذه یعنی پناه دادن و پناه گرفتن استعاذه پناه گرفتن یا پناه جستن این هم در جمله عبادت های زبانی هست استعانت کمک خواستن استغاثه توسل وسیله تقرب و استمداد هر کدام از این ما شما علایده علایده میخوانی قایدی چلم توحید و شرک در حمد گفتن و سنا گفتن رو باید بفهمیم ایناله حمد چی رو میگه یا سنا چی رو میگه ایرا علمای عقیدت تعریف میکنن میین که حم اخبار عن محاصن المحمود مع حبه و تعظیمه خبر دادن است از خوبیهای کسی که توصیف میشه به امرای محبت ازاو و تعظیم از او خبر دادن از خوبیهای همو کسی که حم میشه به امرای محبتو تعظیم دیگه از علمای عقیده چی میگه میگه الحمد و هو سنا و باللسان الجمیل الاختیاری حمد چی است سنا گفتن است با زبان علی الجمیل الاختیاری به یک کار نیکی که او صورت گرفته باشه و این حمد و سنا را با اختیار خود میگن نعمتان کنه او غیرها این نعمت باشه یا غیر نعمت باشه الله سبحانه وتعالى در قرآن عزيم الشهر مي فرمايه دواميه كي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين در اینجا درس از برای مسلمان ها که امی زبان حم و زبان سنا و زبان صفت کس این فقط باید برای کی باز بکنی؟ برای الله الحمد اینجا علمایی که در نحو صرف تخصص دارن میگه الفلام اینجا یک معنای خاص خود داره حمد یک معنای خاص خود داره لام یک معنای خود خاص خود داره الله معنای خاص خود داره رب معنای خاص خود داره و عالمین یعنی در قرآن وقتی که ما و شما اگر درس تفسیر الله توفیق بده بخوانیم هر حرف و هر کلمه قرآن از مشان که است یک درس است بر انسان پس ما از الحمدلله اینجا چی درس میگیریم میگه الف لام که است ای به معنای جنس است یعنی هر قسم حم سنا و صفت که است متوجه هستین جنس حمد و سنا و صفت تمامی یزی ما و شما الف لام بگن عرب و ما و شما تمامی میگیم تمامی و جنس چی؟ حمد و سنا و صفت که است لام چی مانا که لله میگه خاص خاص برای الله پس در اینجا باید در حمد و سنا و صفت کسی را با الله شریک نکنیم بسیاری وقتا کسایی که زیاد توصیف و سنا و صفت انسان ها را میگن اینا از دایره توحید میبراین به طرف چی مبتلا میشن؟ به شرک مبتلا میشن پس انسان مؤمن موحد یک تا پرست ای به اساس همی آیت قرآن حمد و سنا و صفت خاص برای کی میگن؟ بر الله میگن خیلی پیغمبر چی بگویم؟ بعضی کسا میگه خب وقتی که حمد و سنا و صفت خاص بر الله شد خیبر پیغمبر چی بگوییم؟ پس مراجعه میکنیم به قرآن قرآن میگه که ان الله و ملائکته یصلون علی الله و ملائکه چی میگن صلات درود میفرستن بالای کی بالای نبی اسلام یا ای الذین آمنوا ای مؤمنان صلوا علیه شما امر میکنه شما هم درود بفرستین بالای رسول الله صلی پس ای که ما بر رسول الله صلی درود بفرستیم این ثوابش بسیار زیاد است مشکلی که بسیاری از ناتخانا و شعرخانا دارن امیه هست که اونا بسیاری اوقات چی میکنن در ناتهای خود و در شعرهای خود اگر شما شنیده باشین بسیار مبالغه میکنن بسیار مبالغه میکنن در سنا و صفت پیغمبرا و از این خاطر یا چی میشن یا از دایره دین اسلام خارج میشن مثلا مثلا یکی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر امت خدا از این مشکل خلاص کنه به خاطر امت خدا از این مشکل خلاص کنه چی میگه رسول ان عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا که ما اطرت النصارى عیسی ابن مریم شما مرا زیاد مدح و ثنا و صفت نکنین زیاد توصیف مرا نکنین مبالغه در مدح و سنای ما نکنین که ما اطرت نصار عیسی ابن مریم مثل که چی کردن؟ نصرانی ها بسیار در مدح و صفت عیسی علیه السلام زیاده روی کردن متوجه هستین؟ این ها که زیاده روی کردن توصیف کردن عیسی مسیح علیه السلام مدح افراتی هی است که بالاخره مخلوق از مخلوقیت میکشه صفات خالق بر میکنن بر ازی میده از این خاطر رسول الله صلی گفت که مثلا مرا زیاد توصیف نکنین مثل که نصرانی ها عیسی پسر مریم زیاد توصیف کردن این توصیف افراطی عیسی پسر مریم سبب چی شد سبب این شد که اینا بالاخره عیسی پسر مریم در کتاب خود تحریف کردن و آمدن گفتن که عیسی پسر مریم العیاذ بالله پسر الله است این الوهیت بر ازی دادن و بالاخره برزی آل فعلا شما اگر در این کلیساهای نصرانی ها کدام وقت شما برین و ببینین و یا در اینترنت از کلیسا را سیل کنین در کلیسا هیچ وقت نام الله یاد نمیشه کل نگف آمده برکی یک مجسمه جور کردن کلیسای نصرانی ها مثل بودخانه بود پرستاس. و فقط مجسمی از رو جور کردن و در پیش مجسمی از او چی میکنن؟ رکو میکنن، سجده میکنن، صفات الله را بر از او میتن از او بچه میخواین یعنی میگی خلق است، روزی دهنده است، شفا دهنده است رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر وقای امت خود چی گفت؟ گفت لا که کما اطرت النصر ابن مریم او قسمه که نصرانی ها ایسا ابن مریم علیه السلام که پیغمبر بود او زیاد توصیف کردن توصیف کردن توصیف کردن بالاخره صفات الله را برزو دادن ای کار را نکنین ولیکن چی کنین؟ فقولو الله و رسوله بگوین که ای پیغمبر که هست بنده الله هست وقتی که شما با ای عقیده با ما تعامل کنین که ما بنده الله هستم پس ما بنده هستم صفات الله را بر من اتید ما خلق کننده نیستم که به این قبر ما بگوین بر من بچه و دختر بتید من روزی دهنده نیستم که بیاین از پیش قبر من مثلا روزی بخواین من شفا دهنده نیستم وقتی که مشکل داشته باشین بیاین از من شفا بخواین پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این توصیه را بر امت خود کرد این حدیث صحیح البخاری هست فا انما انا عبد یعنی و همین قسم میگه صحیح بخاری هم روایت کرده و رسول الله هم گفت که انا عبد ما بنده هستم فقولو پس بگوین عبد الله و رسول از این خاطر ما و شما در کلمه شهادت چی اشهد ان محمدا عبده و رسوله ما شهادت مطلقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنده الله ورسول الله است از این خاطر حتی باز ها الله آیات قرآن نازل کرد و گفت قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق اي اهل الكتاب شما بسیار مغالات إفراط. در دینتان بغیر ناحق نکنین که در صفت یک پیغمبر شما چی میکنین؟ ولا تتبعو و مطابعت نکنید احواء قوم قد ضلوا هم خواسته های قومی را که بسیار گمراه شدن اکثرا شرک اساس شرک چی هست اساس شرک محبت افراطی و سناگفتن افراطی به شخصیت های خوب است اگر محبت افراطی به پیغمبر کردیم ما شما دیروز تا در محبت پیغمبر گفتیم محبت پیغمبر اصل نیست اصل محبت کی است محبت الله هست پس ما پیغمبر به خاطر الله دوست داریم فهمیدین یعنی و اینمی می قسم وقتی که مدح و ثنا و صفت زیاد شوه اینی سبب چی میشه سبب از این میشه که انسان بالاخره در کلماتش آهسته آهسته چی میه افراط میاد در شخص و صفات الله را الا اکثر قبر پرستا قبر چرا پرستش میکنن بت پرستا چرا بت پرستش میکنن به خاطر ازی که صفات الله را او اگر شما پیش یک قبر برین و بفهمین که ای مخلوق است و این بنده الله است و این خود ازی الله خلق کرده و این صفت خلق کرده را نداره خلق کننده الله است این خودش مخلوق است از او باز بچه و دختر میخوای نمیخوای ابدا اگر بفهمی مثل عقیده ابراهیم علیه السلام که در قرآن ذکر میکنه و اذا مرد تو وقتی که ما مریض شدم کی مرا شفا میده؟ الله مرا چی میده؟ فهو یشفین الله مرا شفا میده اگر بفهمی که شفا دهنده ده کی است؟ الله هست پس پیش از این قبر میری که برای من تاربند کنم که در شکم پردم که باز گردن درد نشن باز پیش از تف... ازی قبر میری که مثلا رو سجده بکنی؟ ابدا پس مشکل اساسی ما در چی هست که بسیاری وقتها که افراد در شخصیت ها میشه در مدح و سناگویی از او میشه بسیاری وقتها به ایوازه که نام الله یاد شد و نام مخلوق یاد میشه بالاخره محبت از چی میشه؟ در قلب جای میگیره. به ایواز محبت الله محبت مخلوق جای, جای به جای میشه و وقتی که زیاد افراد کرد صفات الله را به این مخلوق میده وقتی که صفات الله به مخلوق داده شد چی میشه؟ اینجا مغالات و افراد صورت میگیره و سبب شرک قاعده چل یکم توحید و شرک در دعا را بفامیم در حمد و سنا را فامیدیم آل قسم دوم چیست؟ توحید عبادت های زبانی که حمد است که ما میگیم الحمد لله رب العالمین حمد و سنا و صفت خاص بر دوم قسم از اقسام عبادتهای های زبانی چیست؟ دعا هست که دعا هم به دست میشه و هم به زبان میشه و هم با قلب میشه من پیشتر هم برای شما گفتم که در یک عبادت کل اعضا شامل است این فقط تقسیم بندی به خاطر آسانی فهم است پس این حال وقتی یک انسان دعا میکنه دعا در لغت چی را میگن دعا در لغت به معنای رغبت است علاقمندی هست صدا هست طلب است فهمیدین یعنی تقاضا هست اینا میره کلش دعا میگن در زبان عربی وقتی هست تقاضا میکنی دعا میکنیم و دعا در اصطلاح عقیدی اسلامی چی است میگه دعا عبارت عن ما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف دعای شرعی کدام دعا هست که در اونجا سه چیز جمع شده باشه محبت خضوع بسیار عاجزی و بیچارگی و تسلیمی و خوف و ترس پس به کسی که دست دعا بلند میکنی با او بسیار محبت قوی داری ما به الله بسیار محبت قوی داریم دست دعا به با بارگاهش و الخذو مقابل الله خود خوار و ذلیل و عاجز از الله میترسیم خوف الله در قلب ما هست و امید الله داریم پس به این حساب اینی دعا میگن حکم دعا چی دعا این فرض است بالای یک مسلمان فکرتان باشه یک فرض اعتقادی هست یکی فرض عملی هست یکی فرض اعتقادی هست فرق بین فرض عملی و فرض اعتقادی چی است که در فرض اعتقادی را اگر کس فرض عملی را اگر فرض عملی را کس ترک میکنه مثلا بر ما شما گفته که روزه بگیرین صحیح شد نه روزه بگیرین یک نفر روزه را ترک کرد ای کافر میشه نمیشه گناهکار میشه گناه کبیره مرتکب میشه اینمی نفری که روزه خورد ای کافر گفته نمیشه روزه خورد یک نفر سرش حج فرض است حج نرفت ای کافر گفته نمیشه اما در عبادت های اعتقادی اگر کسی دست دعا را به غیر از الله بلند کرد ای کافر میشه در شرک مبتلا میشه پس فرق بینه عبادت هم یک واجب یا فرض اعتقادی و فرض عبادات است اگر یک کس دعا نکرد گناهگار میشه اما اگر یک کس دعا را به غیر الله کرد او چی میشه او شرک میشه چرا به خاطر ازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگم؟ الدعاء هو العباده رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه, رسول الله صلی اللہ علیه و سلم چی میگه؟

یا الله خاص عبادت میکنی. پس وقتی که دعا عبادت شد عبادت را برای کی باید بکنیم بر الله دست, دعا را به با دربار کی باید بلند بکنیم به الله این اگر کسی دست دعا را به با بارگاه الله بلند نمیکنه به با بارگاه مخلوق عبادت میکنه دعا به مخلوق میکنه دست دعا را به با بارگاه مخلوق بلند میکنه در این صورت این نفر در اینمی عبادت که دعا هست غیر الله را با الله شریک ساخت یا ساخت؟ شریک ساخت این شرک در عبادت میگن این شرک در چی میگن شرک در دعا شرک در دعایی است که انسان دست دعا و دست طلب به کی بلند بکنه به مخلوق این مخلوق مخلوق از دیگه پشت از مخلوق باز مخلوق در مخلوق الله هست و غیر الله هست دست دعا را باید به با الله بلند کنی به غیر الله بلند نکنی غیر الله کی هست؟ ملاکه غیر الله هست پیغمبر غیر الله هست نبیین، صدیقین، شهدا صالحین، درق، مرده، زیارت، زنده، قبر کلش در جمله چی میان؟ غیر الله میان پس وقتی که دعا عبادت شد عبادت باید, باید بر کی شود؟ فقط بر الله شود از می خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه شما گفتین که امر است امر اعتقادی است این امر از کجا گرفتین شما همیشه باید دلیل بخواید هر کسی که یک گپ میزنه باید به با او دلیل بتین امید دلیل از از کجا گفتین که یک امر است و امر اعتقادی است امر اعتقادی به خاطر ازی است از 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 که دعا چی شد عبادت شد رسول الله هم گفت دعا چی است عبادت است الله چی میگه الله میگه او نی چی میگه او دعو نی استجب لكم. نگفت که او یعنی دو دو دست دعا بلند بکنین به با بارگاه من استجب تجب ما اجابت میکنم لکو پس اینجا او فعل امر است او دعو فعل چی است؟ فعل امر است و ای امر در عقیده هست یعنی دست دعایتان را فقط به با بارگاه ما الله میگه بلند بکنین از این خاطر وقت ما به قبر رسول الله صلی الله علیه و رفتیم به مرقد رسول الله صلی الله علیه و خودم شخصا چندین مرتبه رفتیم بعد از اینکه سلام دادیم السلام علیکم یا رسول الله سلام علیکم ابو بکر صدیق سلام علیکم عمر فاروق وقتی بر از سلام دادیم وقتی که دعا شد متوجه شدین وقتی که دعا شد روی خدا کدام طرف در دادیم طرف قبله این طرف قبله است او طرف قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است پشت خدا طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و قرار دادیم و روی خدا طرف قبله کردیم و دعا کردیم که یا الله شفاعت رسول الله صلی الله علیه در روز قیامت نصیب ما کن چرا امی قرآنی که میگه که ادعونی استجب لکم امی قرآن بالای کی نازل شده؟ بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم به عملی که مخالف قرآن باشه راضی میشه یا ناراض؟ ناراض میشه بناهن هر کسی دست دعا را به با بارگاه مخلوق بلند میکنه ولو که مخلوق پیغمبر باشه پیغمبر از چی میشه؟ ناراض میشه اگر به با بارگاه ولی از اولیاء الله بلند میکنه ای ولی چی میشه از پیش از خفه میشه و آزرده میشه چرا؟ میگه تو خود در مقام الله و الوهیت قرار دادی؟ بناهن این هیچ وقت ای, ای, ای گفته نمیشه از این خاطر بسیاری کسایی که اشتباه میکنن اونا فکر میکنن که اگر به بر بر اولیاء الله دعا نکردی و رفت بر از رکوع نکردی و سجده نکردی خودشان میکنن فکر میکنن که تو اولیاء الله را قبول نداری ما اولیاء الله را قبول داریم چرا اولیاء الله در قرآن ثابت است متوجه هستین الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آگاه باشین که اولیاء الله کسایی هستن که نخوف خوف دارن نه ترس دارن بس كياو كي كي ولي الله خذ القران تشريع مكن الذين امنوا وكانوا يتقين هر كسي كي ايمانه و هر كسي كي تقواه دشت يكي الله است اول ما انتم اولياء الله هستيم يا نستم هستيم چرا زد اولياء الله چی است الله دشمناي الله اول اگر مو تخسيس ميتيم بگيم ني اولياء الله است هاي ما چی شديم پس اولیاء الله را خود قرآن معرفی کرد و ما با اولیاء الله باید چی داشته باشیم که اولیاء الله وجود دارند دوستای الله و کل ما دوستای الله هستیم لکن رتبه های هر کس فرق میکنه سیست نه؟ شای اولیاء کی کیست کی شای اولیاء؟ باشین باشین شای اولیاء پیغمبر ها هست هر پیغمبر این شاهی کیست؟ شای اولیا است در افغانستان چه قسم میگن شای اولیا کی است حضرت علی است نه وقتی که حضرت علی شاه اولیا شد پیغمبر چی شد او که پادشاه شد پیغمبر باید وزیر شود دیگه پس رتبه رد، از از پیغمبر که چی کردن در حالی که رئیس اولیا کی است پیغمبر ها هست نه رسول الله صلی الله علیه و پیغمبر ما هست شاه اولیا ما کی است رسول الله صلی الله علیه و آله وزیرایش هستن زیر دستایش هستن اما بزرگ اولیا کی است رسول الله صلی الله علیه و سلم خب پس ایناله اگر یک کس به یک ولی الله دست خدا بلند میکنه او ولی راضی میشه او راضی هست که ایواز که به الله عبادت شوه بر از او عبادت شوه ابدا ابدا این کارو نمیکنه ایناله ادعونی استجب لکم ادعونی الله چی میگه؟ ادعونی استجب لکم سوری غافر آیت شست است نه؟ به تکمیل از این آیت چی میگه؟ الله میگه این الذین یستکبرون عن عبادتی وقتی که میگه دعا کنین من اجابت میکنم این حال در آیت بعدی میگه کسایی که تکبر میکنه از عبادت ما یعنی تکبر میکنه از دعا کردن به با بارگاه ما پس از این آیت قرآن اتو ثابت میشه که دعا چیست؟ عبادت است و باز رسول الله مفسر قرآن است این باز میگه برای ما می آیت قرآن تفسیر میکنه چی میگه که از هو و حول عباده دعا چیست؟ عبادت است خب این حال علما علم میگن که یکی دعا دو قسم است یکی دعای مسئلت است که سوال میکنی و طلب میکنی مثلا میخوای که یک منفعت بر تو برسه در دست دعا را بالا میکنی یا یک ضرر از تو رفع شوه این دعای سوال میگن و دعای عبادت چی میگن؟ میگه او سنا گفتن است به الله سبحانه و تعالی پس دو قسم دعا هست یکی دعای مسئلت است سوال کردن است و یکی دعای عبادت است اما امی اردو دعای مسالت و عبادت همیشه با هم چی می باشه؟ یک جای می باشه. هیچ وقت از هم جدا نمیشه وقتی که تو سوال میکنی برای الله که یا الله مرا ببخش یا یک منفعت را از الله میخواهی یا یک ضرری از می که رفع شد و الله این مرض مرا جور یا مرا پروردگار از این نجات بته پس این دعای سوال است و دعای عبادت هم امی که دست دعا را به با بارگاه الله بلند میکنی بران دعای مسئلت و دعای عبادت با هم چی میباشن؟ یک جای می باشه هیچ وقت از هم جدا نمیشن خب کسایی که دعا میکنن چند قسم مردم هستن کسایی که آ اولی که کسی به غیر الله عبادت میکنه و دست دعا را هم به با بارگاه از او بلند میکنه این مشرکی این هستن یا شرک داره مثلا یک نفر میره آفتاب عبادت میکنه دست دعا را برای آفتاب بلند میکنه محتاب عبادت میکنه ستاره را بت قبر هر چیزی که عبادت کرد باز دعا هم میکنن قسم دوم کسایی هستن که عبادت الله را میکنن لکن دست دعا را کمک و استعانت به غیر الله بلند میکنن اینا هم در امی بخش در شرک مبتلا شدن قسم سیوم کسان هستن که عبادت به مخلوق میکنن ولی در وقت مشکلات باز به با الله رجوع میکنن چرا که در قرآن از شان میگه که اداره که بوفل که دعو الله مخلصین الدین بسیاری از مش، مشرکان و بسیاری از منافقان وقتی که در یک جای سرشان سختی زیاد آمد باز چون فطرتن ایمان فطری داره باز دست دعا رو به بارگاه کی بلند میکنن الله بالا میگه پروردگار ما رو نجات به تیز کشتی وقتی که خلاص شد باز پس در شکل خود مبتلا میشن و قسم چهارم کسایی هستند که ام به الله ایمان دارند و هم دست دعا را به کی بلند میکنن به با الله بالا میکنن و اینمی طایفه موحدین و یک تا پرست هستن. یکی از مشکلاتی که امو که بعضی از مشرکین مطرح میکنن میگه ما خو اینا رو پیش از نام میریم دعا میکنیم نظر میبریم ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا میگه ما خو رو چی میکنیم خودشان عبادت نمیکنیم بلکه ما رو میریم تا کیا دوستای الله هستن ما رو به الله چی کنه نزدیک کنه عین دلیلی است که مشرکین بود پرست میگفتن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و در قرآن عظیم شان ذکر است میگفتند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا از مشرکین قریش وقتی که پرسان میشد که خالق ها، آسمان ها و زمین کی هست؟

نزدیک میکنه و الله سبحانه و تعالی برشان گفت انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم شما و کسانی را که غیر از الله عبادت میکنین کلتان اونمو چی هستین وارد جهنم میشین خب اقسام دعاها که از دعا سه قسم است یکی دعای توحیدی هست یکی دعای بدعتی هست و یکی دعاهای شرکی هست که باید فرق از ما با شما داشته باشیم دعاهای توحیدی کدام دعا هست؟ دعاهایی است که مطابق قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه که انسان وقتی که دعا میکنه به ببرگاه الله مراجعه میکنه و در کیفیت دعا هم طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم در نظر میگیره مثلا ما دعا میکنیم بعضی دعا ها ها هست که دست بالا میشه بعضی دعا ها هست که دست بلند نمیشه چرا بلند میشه چرا نمیشه گپ سر از است که رسول اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلام دین نقطه و نقطه و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلام بر ما و شما حرف حرف چی کدن؟ بر ما و شما انتقال دادن و صحابه و تابعین و تابع طب تابعین که یا بهترین اشخاص بودن خیر القرون بودن یا خوبی شانده ای بود که متوجه ازی بدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام عمل کرده میدونن که رسول الله صلی الله علیه و در قسمت دعا کرده دست خدا بلند کرده، اینا دعا هم میکردن دست خدا چی میکردن بلند میکردن مثلا حتی در نماز ما به شما اگر قسمی کارا بکنیم مردم افغانستان باز ما شما رو میگه وی این مولوی شده است چرا وقتا بعد از رکوع یا قبل از رکو کنوت نازله وقتی که میخواندن دست خدا چی میکردن؟ بلند میکردن امیال تو برو در نماز کنوت دستای تا بالا که دک قریه ببین که سر چند قسم نام میمانن اما یا وقت ندارن که صحیح بخاری رو بخوانن وقت ندارن صحیح مسلم رو بخوانن وقت ندارن که در درس عقیده اشتراک بکنن متوجه هستین؟ اینا لگه در این مزید صدا شد که او مردم بیاین امروز خیرات است از این خاطر این مردم ها به آكار آکار چی میکنن؟ در مجالس خود نان میتن باز بس بسیاری مردم های شکم پرست به خاطر نان اونجا زیاد میرن بریم خیر یک شکم خدا سیر میکنیم یا یا فامیلیم. اما در درس عقیده بسیار کم علاقه میگیرن حاضر میشه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و و شما دعاهای کرده که مطابق حکم الله است و ما عن ان هو الا وحی رسول الله و معلم داشت 23 سال شاگردی جبریل امی کرده رسول الله صلی الله علیه و 23 سال شاگردی کی را کرده جبریل امی کرده حالا که اگر یک نفر 23 سال درس بخونه بر ازو چی میتن دکترا رسول الله هم در اصل امی بود لکن وقتی که باز درس خواند خب خو می نبود دیگه وقتی که قرآن نازل شد خب بازو از عالم بزرگ شد که ما استادای پانتون پا شاگردای کی هستیم شاگردای رسول الله صلی الله علیه صلی ما, ما, اگر می خواهیم دکترا داشته باشیم 23 سال پیش مخلوق شاگردی می کنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم 23 سال پیش بزرگترین ملائکه شاگردی کرده و او ملائکه هم چی بود؟ امین آسمان بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم امین زمین بود امین زمین 23 سال پیش امین آسمان شاگردی کرده و امین آسمان هم با امانت آنچه که احکام الله بود برازی چی میکرد؟ بیان میکن از این خاطر رسول الله صلی الله علیه که و ما ینطق عن الحوا حتی رسول الله صلی الله وقتی که سخنی را میگفت از هوای نفس خود نمیگفت این هو الا وحی یوها این نبود مگر وحی بود که بالای رسول الله صلی چی میشد نازل میشد متوجه شدن پس دعای توحیدی کدام دعا هست که دو شرایط عقیدی توحید مراد شوه و به طریقی کی باشه طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم توحیدی است دعاهای شر... چیز بدعتی کدام یکی است؟ دعاهای بدعتی دعاهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله نکردن، و تابعین نکردن، و تبع تابعین نکردن، و ما میخیزیم او قسمی دعا می کنیم. مثلا در دعای خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت نگفته که یا الله به حق آدم علیه السلام سر مرحم بکو، به حق ابراهیم علیه السلام سر مرحم بکو. اینو نگفته. حالی که ما میگیم به حق فلان و به حق فلان ای در حقیقت مخالفت از با طریقه و روش کی رسول الله صلی الله علیه و سلم یا هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعاهای خود مثلا بعضی اوقات دوادی نان خوردن رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت در سر نان دعا کرده لکن دست خدا بلند نکرده وقتی که در تشناب رفته دعا کرده اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث سیسنی

نصف دعا سنت است نصفش چی است بدعت است یا نان که میخوریم رسول الله صلی وقتی که دعا غذا خورده بعد از غذای خود چی میگفت الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه این حدیث صحیح است ثابت است این الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين این حدیثش ضعیف است حدیث صحیح در غذا کدام میگی است الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غیر حول منی ولا قوا این حال رسول الله بعد از نان دست خدا بلند نکرده حال از ما و شما چی است دستای چرب یگان تا خوب آمد لقمه های برنجا خورده بازی میگه الا دست دعا را بلند کنید یک وقت سعی کنید برنجا ده اینجا چی است دعا است که تو با زبانت باید چی کنی چون رسول الله سم دعای سرخانه با زبان کرده نه پس سنتی است که بعد از نماز الحمد لله بگوی أطع... الحمد لله الذي دعاء را بخونی لكن دست بلند نکنی ده تشناب دست کردن نیست ده اذان دعاء اذان رسول الله صلی الله علیه و دعاء دعا کرده متوجه هستین و ما و شما دعا میگیم اللهم رب هذه دعوه التامه همین دعا ما میخونیم لكن بلند کردن دست نیست متوجه هستین پس اینال دعای بدعتی دعای هست که به طریق رسول الله صلی الله علیه و آله نباشه دعا کنه لكن دعاهای شرکی کدام یکی هست؟ دعاهای قسم دعاهای شرکی دعا هست که دست دعا را به بارگاه مخلوق بلند بکنه این مخلوق زنده باشه یا مرده باشه و آنچه که از الله طلب میشه او را از مخلوق طلب بکنه پس این دعاهای چی هست؟ این دعاهای شرکی هست و یا در دعای خود صفات الله را به کی بته؟ به مخلوق بته پس اینجا امو چیزی که مخصوص برای الله هست وقتی که برای مخلوق بده در دعای خود ای باز دعاهای چیست شرکی هست